مسئله که مطرح جدی گرفتن یا مشروعیت دادن به این حکومت یا از کنار این قضیه بی اعتنا گذاشتن، انتخابات یکی از ابزارهایی است که به نوعی به حکومت اسلامی ایران مشروعیت میده و اون رو متصل میکنه به نوعی از حمایت مردم، در حالی که بی تفاوتی مردم پشت کردن به بازی هایی که جمهوری اسلامی طرفدار اون هست میتونه به نوعی این مشروعیت رو نقض بکنه. و به نظر من مشارکت کردن، جدی گرفتن و همسو شدن با برنامه هایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، من جمله انتخابات به نوعی ریختن آب به آسیای این طرز تفکره. آقای کاظمیان، نظر شما در این باره؟ کسانی که در انتخابات شرکت میکنن یا معتقدن به اهمیت شرکت در انتخابات، از جمله خود من، اینها الزاماً شرکتشون از سر رأی دادن به یکی از نامزدها برای تغییر کلی وضعیت موجود نیست، بلکه در میان یک دوراهی که اون دوراهی گره خورده با واقعیت‌های زندگی روزمره اونها و نه زندگی امروز اونها بلکه با زندگی فردای اونها، به نظر میرسه از این زاویه دارن وارد مسئله انتخابات میشن. فراموش نکنیم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو انتخاباتی نیست که فقط محدود باشه به بحث ریاست جمهوری و تغییر رئیس قوه مجریه، بلکه با توجه به بحث بیماری رهبر جمهوری اسلامی و اینکه به ویژه اگر کسی مثل آقای رئیسی حاکم بشه، این به معنای این هستش که دست کم برای 2 دوره 8 سال رئیس جمهور خواهد بود، عملا بحث ریاست قوه مجریه رو گره زده با رهبری آتی در جمهوری اسلامی و طبیعتا این پیوند می‌خوره با تحولات سیاسی اجتماعی میان مدت و بلکه دراز مدت در ایران. و طبیعتا در یک چنین وضعیتی کنار گرفتن از انتخابات، من فکر می‌کنم فقط عوارضش رو بار خواهد کرد بر وضع واقعی زندگی روزمره مردم ایران، نه فقط برای کوتاه مدت بلکه در میان مدت و حتی دراز مدت. بحثی که این دوره از انتخابات بیش از گذشته مطرح بوده بحث مرددین هست، اینکه برخی مردد هستند که در انتخابات شرکت بکنند یا خیر، و اگر شرکت میکنند به چه کسی رأی میدن. این به نظر شما چه اهمیتی میتونه در نتایج اصلی و نهایی انتخابات داشته باشه آقای تغیزادی؟ مسئله مرددها مسئله نیست که بین دو قطب سیاسی، بین دو نامزد مشخص مردم در تردید باشن به کی باید رأی بدن. مردمی که داخل ایران زندگی میکنن به همون اندازه که ما بیرون از ایران آگاه هستیم به مسائل داخلی، اشراف دارن که در ایران یک قدرت فائق وجود داره که نفوذش بالاتر از کسانی است که به عنوان رئیس قوه مجریه ممکن است مورد تایید قرار بگیرن و به هر حال این پست به اونها واگذار بشه. دومین قدرتی که در کشور وجود داره سپاه پاسدارانه و این دو نهاد، این دو موقعیتی که تاثیرگذاریشون به مراتب بیشتر از دولت هست، تصمیم گیرنده نهایی در مورد روند آینده کشورن. واقعا این پرسش وجود داره، اگر آقای خامنه‌ای نمیخواست، آقای روحانی به عنوان کسی که باید مذاکرات اتمی رو با آمریکا صورت میداد انتخاب میشد، این مسئولیت رو به عهده میگرفت یا خیر؟ اگر آقای فرمانده سپاه تصمیم نمیگرفت یا نیروهای قدس در این موقعیت قرار نداشتند که جمهوری اسلامی رو حضور نظامیشو در سوریه، در افغانستان، در یمن، در عراق، در لبنان تضمین بکنن، آیا این حضور نظامی وجود داشت یا خیر؟ آیا برداشتن تحریم ها فقط تصمیم آقای روحانی بود یا تاییدیه‌ای بود که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده بود؟ حضور مرددین در انتخابات از این زاویه میتونه سرنوشت ساز باشه، نه فقط برای تعیین تکلیف کردن رئیس جمهور، بلکه هرچه شکاف رأی بین آقای رئیسی و آقای روحانی افزایش پیدا کنه، امکان دستبرد مؤثر در نتیجه انتخابات دشوارتر خواهد شد. متاسفانه مجموعه شواهدی که در روزهای اخیر از خروجی خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم یا حتی ستاد آقای رئیسی و روزنامه کیهان، این خروجی ها متاسفانه نشانه های ناگواری در بر داره که
در برابر این نشانه های هولناک داله بر امکان دستبرد در انتخابات به هر شکل، فقط با افزایش فاصله رأی آقای رئیسی و آقای روحانی میشه ایستاد. یعنی در صورتی که با 3-4-5 میلیون امکان تقلب وجود داشته باشه، متاسفانه امکانات سپاه و سابقه این دست از راست افراطی در ایران نشون داده که میشه بازی رو شاید به هم زد، اما وقتی این شکاف افزایش پیدا کنه قطعا کار دشواری در پیش خواهد بود، به ویژه که مدیریت اجرای انتخابات با دولت روحانی است. هرچند که این صحبت به معنای نقش منفی یا مانع هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیستش.